همکارم اردوان روزبه برای بررسی بیشتر این موضوع اینجا در استودیو همراه ما هست. خوش اومدی اردوان. چرا پیروزی تیم فوتبال ایران بر ولز تا این حد مورد تشویق نیروهای سرکوبگر قرار گرفته؟ من اسمش رو میتونم بذارم شادی حکومتی در پی یک جنگ روانی. یعنی شاید بهترین توصیفی که میتونم ازش بکنم اینه. در واقع این یه شادی کاملا حکومتیه. به در اینکه ما ویدیوهایی که داریم میبینیم به طور عمده کاملا روشن نیروهای مسلح، لباس شخصی هایی که همراه نیروهای نظامی هستن روی موتور، اکثرا شما میبینید که این شادی ها و پایکوبی ها بر روی ماشین های ضد شورشه. یعنی حتی معلومه که در یک وضعیت محافظت شده سعی میکنن این اتفاق بیفته. من اسمش رو میتونم بذارم یک شادی حکومتی، به خاطر اینکه حکومت فکر میکنه در یک جنگ روانی تونسته یک برگ برنده رو کنه، که البته توضیح خواهم داد که چرا این برگ برنده نیست. به شجاعت میشه گفتش که جمهوری اسلامی بیش از 2 ماه منتظر این لحظه است، نه پیروزی این تیم. در واقع به دنبال یک فرصت برای ایجاد یک تغییر در کنش و واکنشی که در خیابان شروع شده. بعد در نظر داشته باشید اتفاقی که از شهریور افتاد و موج خروشانی که در خیابان هر لحظه افزایش پیدا کرد، به طور جدی برای اولین بار غیر قابل کنترل بود برای نظام. نظام پیش از این معمولا حربه های اینچنینی جنگ روانی رو پیش گرفته. بعد از شروع یک درگیری، بعد از نماز جمعه گروهی از مردم اومدن بیرون، تظاهرات کردن، شلوغ کردن، حتی مثلا کمی هم مثلا رهبر جمهوری اسلامی چیزی گفته و این پرونده بسته شده. حتی به بهانه عاشورا این اتفاق افتاده. مسئله عاشورا به در اینکه یک جنبه ملی مذهبی داشته به لحاظ کلاسیک، یعنی به هر حال خیلی کسانی بودن که به خاطر اعتقادات شیعه حاضر نبودن وارد بحث بشن و ابزاری بوده برای جمهوری اسلامی برای استفاده از اون. اما این اولین باریه که جنبش به هیچ وجه حاضر نشده از خیابان خارج بشه و ترفندهایی مثل عاشورا، مثل جمع شدن، مثل نظر رهبر، مثل اینکه علی خامنه‌ای گروهایی رو دعوت کرده، همینا شکست خورده و یک فشار بسیار زیادی روی نیروهای انتظامی و عملیاتیشون بوده در خیابان. اینو در نظر داشته باشید این پایکوبی ها بیشتر در بین نیروهاست. این به این معناست که اونها تحت یک فشار به شدت زیاد عملا مزمحل شدن، توی فشار بودن، توی یک رنج قوی بودن که کم نمی‌شد این فشار روشون، به خاطر اینکه حاکمیت با تمام قدرت تلاش بر سرکوب داشته و اونها هم انسان هستن، به هر صورتی در یک جایی می‌برن. این عملا یک جور برگ برنده بوده برای اینکه بتونه اونها رو بهشون یک فرصت زنگ تفریح بده، اونها رو به یک سمتی ببره که آروم‌تر باشن و احساس کنن نقش مثبتی میخوام بازی کنم. من تصاویر رو نگاه میکردم در خبرگزاری داخلی، شما میبینید مثل همیشه مسئله حجاب که براش آدم کشته میشه. مهسا امینی رو یادتون باشه، کسی که به خاطر حتی اون چیزی که سرش بوده و خیلی هم عادی بوده کشته میشه، اما میبینین ایرنا، ایسنا و خیلی از خبرگزاری واسه دولت امروز بدون حجاب آدم رو نشون میده. این نشون میده که جمهوری اسلامی مسئلهش اصلا چیز دیگریست و بقاست. من به لحاظ تکنیکی میتونم یه اشاره بهتون بکنم. روشی که جمهوری اسلامی در بحث فوتبال پیش گرفته مسئله هستش که اسلام به لحاظ علم روانشناسی بهش میگن survival deviation، یعنی در واقع میشه گفت انحراف بقا. جمهوری اسلامی از مسئله فوتبال داره به عنوان انحراف بقا استفاده میکنه، داره سعی میکنه ذهنها رو از خیابان، اعتصابات سراسری، اعتراضات خیابانی از این سمت ببره به یک درگیری دیگه، مسئله رویاروی مردم با مردم. یعنی تلاش میکنه نشون بده که مردم خودشون روبروی هم ایستادن، چون گروهی از مردم هستن که تیم ملی رو میخوان قبول کنن و گروهی مخالفت میکنن. در واقع این مسئله ملیت برای یک فرصت برای جمهوری اسلامی که داره با این بازی جنگ روانی سعی بکنه به نوعی مردم متخاصم بکنه، یعنی روبروی هم قرار بده. از یک طرف اینم در نظر داشته باشید در نهایت هدفی که دنبال شده، پارامترایی که دنبال شده برای ایجاد انگیزه در قشر خاکستریه. قشر خاکستری که ممکنه با کلید واژه‌ای مثل تیم ملی، کلید واژه‌ای از این دست مثل اعتقادات دینی فراتر نگاه بکنه و احساس بکنه ممکنه که به سمت حاکمیت نزدیکتر بشه، که من دلیلم این هستش که در نهایت این حرکت با توجه به اینکه کاملا مکانیزم دولتی داره، یعنی شادی رو شما در تهران میبینید در فاز که شهرک اندیشه
دارن وسایل شادی رو مجانی توزیع میکنن. مأمورانی که مسلحن و با ساچمه سر و صورت بچهای مردم توی خیابون تا این چند روزه در ظرف این 60 خورده ای روز زدن له کردن، امروز میبینید بوق و شادی و یه برخورد کاملا متفاوت که نشون میده در واقع اینا یه تلاش جدی دارن میکنن تا از این روش جنگ روانی استفاده بکنن. ممکنه بتونن که برگ برنده به تصور خودشون داشته باشن، برای اینکه مسئله کف خیابانی که تا الان نتونستن جمع کنن رو بتونن تغییر بدن معیار. پس مردم چی کار میتونن بکنن در مقابل این جنگ روانی؟ مهمترین مسئله این استش که مردم باید اینو بدونن قشر خاکستری قشری هستند که آماده هستن ممکنه تمایلاتشون تغییر بکنه. اونا قشری هستن که ممکنه انگیزه پیدا کنن. من فکر میکنم حرکتی که مردم دارن در حاضر در خیابان میکنن حرکت منطقی است. اونا به اعتصابات رسیدن، اعتصابات میتونه اون قشر رو بیشتر شامل بشه. از طرفی مردم میتونن توجهشون رو بیشتر رو مسئله هدف قرار دادن حاکمیت بذارن، در واقع کمک بکنن به خودشون که در حال حاضر بخشی از مردم هستن. این بسیار نکته مهمی که بخشی از مردم هستن که مقابل خیزش و جنبش مردمی نیستند، مقابل انقلاب مردم نیستن، اما اونها نیاز دارن به این که به مرزی برسن که این جوشش درشون ایجاد بشه. مردم باید کمک بکنن که این مرز قشر خاکستری با کمک این ترفندها یا عملیات جنگ روانی نظام حرکتشون به اون سمت نباشه. اگر مردم بتونن حرکتشون رو به همین انسجام ادامه بدن و هدف اصل نظام، همون کاری که تا امروز شده، شما میبینید مردم تا امروز هدفشون رئیسی نبوده، قوه قضاییه نبوده، هیچ کس نبوده، هدفشون اصل نظامه. اگر مردم میتونن روی اصل نظام فوکوس بکنن، به تبع مرور با توجه به مسیر اعتصابات، با توجه به مسیر اعتراضات و گسترشش در شهرهای بزرگ و کوچک در سطح ایران، در عمل یک پارچگی رو ایجاد خواهد کرد که خود به خود اون بخش خاکستری رو به سمت مردم هدایت خواهد کرد. اگر مردم مراقب باشن که وارد مسائل جنبی و متفرقه این مبارزه نشن.